درود بر شما همراهان عزیز و همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری جنجالی بهزاد بلور از پشت پرده جداییش از بی بی سی و بلایی که حالا سرش آوردن. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. بهزاد بلور، سردبیر و تهیه کننده و مجری سابق بی بی سی فارسی و سازنده برنامه جهانی بلور بنفش، در فروردین 1403 بعد از 33 سال کار در شبکه بی بی سی فارسی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دیگه نمیخواد با این شبکه همکاری کنه. اون توضیح داد که به دلایلی مجبور شده این شبکه رو ترک کنه و این تصمیم ناخواسته ای بوده. ویدیوی خداحافظیش با بی بی سی بازتاب گسترده‌ای داشت و هواداران و دنبال کنندگان برنامه‌اش از این تصمیم شوکه و ناراحت شدند. بهزاد بلورفروشان در شرایطی بی بی سی رو ترک کرد که برنامه‌هایی که در نوروز برای بی بی سی فارسی می‌ساخت اوج فعالیت‌هاش در این شبکه بود. اون توی ویدیوی خداحافظیش اشاره به این کرد که مجبور شبکه رو ترک کنه. بعد از 5-6 ماه هم از ترک اون شبکه، خبر ملحق شدنش به شبکه منوتو رو منتشر کرد. اون در لایوی با کسرا احمدی، مجری و تهیه کننده برنامه‌های منوتو حضور پیدا کرد و کسرا اعلام کرد که ما می‌خوایم با بهزاد بلور همکاری کنیم. فعلا هم چون جایی رو پیدا نکردن، برنامه‌هاشون رو همچنان به صورت لایو از یوتیوب پخش می‌کنن. بلور در اون لایو توضیح داد که از وقتی بی بی سی رو ترک کرد مدت زیادی ناراحت و افسرده بوده. مجبور شده کارش رو بعد از 33 سال رها کنه. اون گفت اتفاقاتی افتاد که برام خیلی سخت بود ولی الان دارم از خودم یه بهزاد جدید میسازم. اون در ادامه هم گفت توی بی بی سی مثل بچه‌ای بودم که توی شکم مادرشه و نمیتونه نفس بکشه. اما الان آرومم و روی پای خودم وایسادم. اون در ادامه هم گفت حتماً به زودی دلیل اصلی جداییم از بی بی سی رو توضیح میدم. حالا اما بهزاد بلور در یکی دو روز گذشته دو ویدیو منتشر کرده و در اون از حرکت زشت و غیر حرفه‌ای شبکه بی بی سی فارسی گفته. اون گفت حال خوشی ندارم چون ضربان قلبم بالا رفته. متوجه شدم در شبکه‌ای که 33 سال کار می‌کردن منو از برنامه‌های خودم حذف کردن و دارن فقط اون قسمت‌های آهنگ‌ها و خواننده‌ها رو پخش می‌کنن. حتی اسم من رو از برنامه حذف کردن، انگار که من وجود خارجی نداشتم. در بی بی سی واقعی بی بی سی انگلیس اتفاقا برنامه سازان رو روی سرشون میذارن، بهشون جایزه میدن، قدرشون رو میدونن، برنامه های بیشتری بهشون میدن. حتی وقتی رفتن به شبکه های دیگه هنوز اون برنامه هاشون رو پخش میکنن، نمیان حاصل 33 سال زحمت اون آدم رو خراب کنن. بعد هم در ادامه گفت کوروش بزرگ پیامبر ایرانه و درس انسانیت و انصاف داده به ما. پس بدون شک اگر بی بی سی نبود بلور بنفش هم نبود. ولی یه امایی این وسط هست. از روز اولی که به بی بی سی پیوستم به لطف مهتاب سال 69 بود. از صبحای زود می رفتم که زودتر از بقیه برسم و کارها رو یاد بگیرم. کار با میکروفون و وسایل رو یاد بگیرم. از روز اول خواستم که روی پای خودم باشم و هر برنامه‌ای که ساختم هر چی که بوده با استقلال و روی پای خودم ساختم. این برنامه ها رو کسی به من تقدیم نکرد، از کسی ارث نبردم، پیش ساخته نبود که من فقط مجری باشم و اجرا کنم. با بودجه‌ای که شبکه برای گفتگو با دو تا خواننده تعیین کرده بود، برنامه رو بردم به کشورهای دوردست، گرجستان، ازبکستان، فرانسه، آلمان، که مردم با فرهنگ همه جا آشنا بشن و درهای بسته براشون باز بشه. چون خودم به عنوان یک کودک و نوجوان در ایران برای سوالاتم کسی جوابی نداشت و همیشه سعی می‌کردم من برای بقیه این کارو بکنم. درود، من در شرایطی این پیام رو برای شما دارم میذارم که اصلا حال خوشی ندارم واسه چه بخواین، چون ضربانم رفته بالا. من متوجه شدم که در شبکه که کار میکنم 33 سال بی بی سی برنامه بلور بنفش رو برداشتم و من ازش حذف کردم و فقط آهنگ ها رو دارم میذارم و اونو به اون صورت پخش. حتی اسم من نیست، حتی اسم اون برنامه حتی نیست، یعنی انگار من وجود خارجی ندارم. ببینید، در بی بی سی واقعی، بی بی سی انگلیسی، کسانی که اعتبار اون شبکه بودن حتی بهشون جایزه دادند، قدرشون دونستن، برنامه اضافی بهشون دادن،
حتی رفتن در شبکه‌های دیگه هنوز دارن اونها رو پخش میکنن، نمیان اونها رو از مستندها برنامه حذف کنن، وردارن و فقط قسمتی از اون رو بذارن. حتی اگر طرف مجرم باشه اون برنامه رو قطع میکنن موقت و بعد یه جرمش مشخص شد که نیست برش میگردونن. و حالا شبکه بی بی سی که من 33 سال توش خدمت کردم، یعنی در کوچکترین شهرهای دورافتاده دنبال هنرمند رفتم، دنبال فرهنگ ایران رفتم، برنامه‌های نوروزی ضبط کردیم که 6 صحنه داشته، صحنه‌ها داشته، کشورهای رفتیم، سمرقند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، اونور دنیا که این فرهنگ‌های مشترک رو ببینیم، این کارا رو ضبط کردم و موسیقی خواننده معروف گفتم دوباره بنویسی که هیچ کسی این برنامه رو جایی نتونه ببینه و من رو حذف کردن از برنامه. سپاس ازتون، متشکرم. من و بی بی سی و گروه بنفش بخش دوم. ببینید شهریور هست، شهریورگان درس دادگری برای ما ایرانیان و کوروش بزرگ که پیامبر ما هم هست انسانیت و انصاف رو یاد داده. واسه همین بدون شک بی بی سی اگه نبود گروه بنفش هم نمیبود، ولی یک اما اینجا هست. از روز اولی که من به بی بی سی پیوستم به لطف مهتاب سال 1969، از همون صبحای زود می‌رفتم که یاد بگیرم با استیو چطوری کار کرد، با میکروفون چطوری کار کرد، گوش میدادم، میدیدم، یاد بگیرم شخصا رو پای خودم باشم. برای هر برنامه‌ای که روز هفتم شب هفتم شگفتی ها زیگزاگ آهنگای درخواست نیمکت خاطره شگفتی همینجوری برید، هر چی بوده من با استقلال و روی پای خودم این رو درست کردم. این برنامه به من دو دستی تقدیم نشد، به ارث نرسید، پیش ساخته نبود که من توش مثل یک عروسک خیمه شب بازی برم اجرا کنم، هرگز، همه رو خودم ساختم. با بودجه که برای یک گفتگو و دوتا آهنگ بود من برنامه رو بردم به کشورهای دوردست، به گرجستان، به ازبکستان، تاجیکستان، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، آمریکا، که شما فرهنگ موسیقی بدین، درهای بسته رو برین همه وا کنم، ببینم اونجا زندگی چطوری، اونو ببینیم. چون من به عنوان کودک، به عنوان نوجوان در ایران هیچ وقت برای سوالاتم کسی جوابی نداشت و من سعی کردم همیشه تو عمرم این کارو بکنم برای بقیه و این بود اتفاقی که افتاد. بهزاد بلورفروشان متولد سوم فروردین 1344 در تهرانه. اون یک مجری و تهیه کننده معروف و کاربلده که فرهنگ و تمدن و اصالت ایرانی همیشه براش حرف اول رو میزده. خانواده بهزاد از کارآفرینان و بازرگانان مشهور ایرانی هن که بانک صادرات رو تأسیس کردن. بعد از اون هم کارخونه فولاد و کارخونه بلور رو راه اندازی کردن. از همون دوران بچگی عاشق هنر و فرهنگ ایرانی بوده. خانوادهش هم حسابی تشویقش کردن. اون در همون سنین کودکی جایزه اول نقاشی کشور رو گرفته و همون سال با دیدن دوتار عاشق موسیقی شده. سال 59 ستار رو پیش استاد جلال ذوالفنون یاد گرفت و بعد از یه مدتی هم ساز چگور رو یاد گرفت. علاقش به موسیقی باعث شد تنبور رو هم خودآموز یاد بگیره. اوایل دهه 60 پدرشون رو به انگلستان فرستاد و اونجا به کمک عشق دوران نوجوانیش خانم سپیده رفت دانشگاه و رشته طراحی داخلی ساختمون خوند. به خاطر مهارتش در نقاشی بدون آزمون ورودی پذیرفته شد، اما دو سال بیشتر در دانشگاه دوام نیاورد و با فوق دیپلم فارغ التحصیل شد. در لندن با حضور در محافل هنری و آشنایی با ایرج امامی کارگردان و بازیگر تئاتر چندین تجربه بازیگری کسب کرد و به خاطر استعداد زیادش در موسیقی در گروه‌های حرفه‌ای ساز زد. در سال 68 وقتی که 24 سالش بود در گروه‌های مختلفی مینواخت و همین باعث شد که یه شرکت بین‌المللی به نام تاج باهاش قرارداد ببنده و آلبومی به نام میش رو منتشر کرد. همون دوران در لندن بعد از دانشگاه سریعاً وارد کار دیزاین شد و کارگاه طراحی لباس خودش رو راه انداخت و طرحاش حتی تا ژاپن هم رفته بود. اون 6 سال از این کار کسب درآمد کرد. در سال 71 با آشنایی با دختری به نام مهتاب که در رادیوی بی بی سی کار می‌کرد برای مصاحبه رفت و بعد به پیشنهاد باقر معینی رئیس بخش فارسی بی بی سی به تیم خبری و هنری این شبکه پیوست. کارش رو در برنامه روز هفتم با شگفتی‌ها و ترانه های غربی شروع کرد و بعد هم تهیه و اجرای کل برنامه رو به عهده گرفت. بهزاد بلور صفحه وب پربازدید تفریحی بی بی سی فارسی رو راه اندازی کرد، پخش زنده کنسرت های ایرانی در اروپا و دبی رو مدیریت کرد و از همون اول فعالیتش در دهه 1990 فرهنگ و سنت و موسیقی زیرزمینی ایرانی رو حمایت کرد.
همچنین در سازماندهی رویدادهای متعدد و مهم فرهنگی در بریتانیا و آسیای مرکزی درگیر شد و از سال 2000 روزنامه‌نگاران جوان را در افغانستان و ایران آموزش می‌داد. برنامه بلور بنفش هم که در معرفی هنرمندان دنیای موسیقی و اجراهای زنده اونها بسیار موفق بود، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. بلور با اینکه 59 سالشه، به خاطر سبک زندگی گیاهخواری و استایل خاص خودش با بقیه 59 ساله‌ها فرق زیادی داره. توی مصاحبه‌ای در مورد لباس‌ها و اکسسوری‌های جالب و عجیبش گفته بود: سبک مخلوطی از مد و پوشش قدیم و جدید ایرانیه و سعی می‌کنه که فرهنگ‌ها و مدها رو همیشه با هم ترکیب کنه. بهزاد بلور همچنین یکی از دلایل اصلی جوان موندنش رو گیاهخواری عنوان کرد و گفت: تغذیه در زندگی من نقش بسیار مهم می داره. بهزاد بلور همچنین بعد از جداییش از بی بی سی به فعالیت‌های هنری و فرهنگی خودش ادامه میده و برنامه‌هاش رو قراره در منوتو و در یوتیوبش دنبال کنه. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه هم با کانال پارسی تیوی همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و روشن کردن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید.